به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. با جلسه 22 از دوره آموزش میکروکنترلرهای AVR در خدمتتون هستم. خب جلسه گذشته ما اومدیم راجع به پروتکل I2C صحبت کردیم که در واقع خودش ماهیتش چیه و چه کاربردهایی داره، و اومدیم حالا یک حافظه ایتوپیرام رو برنامه‌ریزی کردیم ساده کلی، یعنی کلیت I2C به اون شکل هستش که حالا ما انجام میگه در واقع نحوه نوشتن چجوری هستش، نحوه خوندن چجوری هست، اونجوری به صورت کلی اومدیم انجام میدیم. اما این جلسه میخوایم حالا یه پروژه دیگه تعریف میکنیم که اون پروژه انجام میدیم. پروژه که تعریف میکنیم در واقع یه پروژه خیلی کاربردیه که خیلی جا استفاده میشه و خیلی هم درخواست داده بودیم مثلا انجامش. این پروژه در واقع پروژه ساعت و تاریخ واقعی هست، RTC بهش میگن، که حالا ما با استفاده از یک IC به نام DS1307 رو ما انجام میدیم. دیتا شیتش رو بیارم. IC DS1307 در واقع یک ریل تایم کلاک هستش که در واقع ساعتی که موش برنامه‌ریزی می‌کنیم، تاریخ روش برنامه‌ریزی می‌کنیم و نگه میداره و در واقع مثل یک ساعت واقعی عمل میکنه. خب همونطور که میدیدین آیسی حالا نحوه پایبندیش به این صورت 8 پایه که حالا پایه‌هاش معرفی میکنیم. پایه VCC که همونطور که میدونید پایه تغذیه آیسی هستش که آیسی رو تغذیه میکنه و این پایه 8 میشه. دو تا پایه داره، X1 و X2. با این پایه های X1 و X2 آشنایی داریم. در واقع همون پایه های X1 و X2 میکرو کنترلر هستن که صحبت کردیم راجبشون که در واقع کریستالن، یک نوع در واقع کلاک دهنده به IC ما هستن. این پایه ها که ما یک کریستال بس میکنیم به این دو تا پایه که در واقع اون کلاک مورد نیاز ما رو تأمین میکنه. حالا اینکه مقدار این کریستال چقدر باشه، چند هرتز باشه، اون رو صحبت میکنه باشه. خب یک پایه داره به نام وی بات، پایه سومش هست. خب این مدار ما گفتیم که در واقع یک ریل تایم کلاک در واقع ساعت و تاریخ واقعی رو نگه میداره. خب ما مثلا این رو روی یک بودی گذاشتیم، این آیسی رو یک مثلا ساعت 12 روش تنظیم کردیم. خب طبیعتا این حالا مدار ما نمیخواد مدام العمر روشن باشه و خب اینو اگه خاموشش کنیم دوباره روشنش کنیم میبینیم که ساعت شده 12، با اینکه مثلا یک ساعت گذشته بعد ساعت شده 1 و ساعت میشه 12، چون دوباره ریسیت شده، دوباره از اول شروع کار کرده، دوباره همون تاریخ و ساعتی که روش برنامه‌ریزی شده بوده رو دوباره همونو داره نشون میده. برای جلوگیری از این مشکل یک پایه در نظر گرفتم اونم یه بعد که یک باتری به اصطلاح بکاپ که 3 ولت هم هست مقدارش به این پایه وصل میشه. که این باتری چیه در واقع؟ باتری وقتی که سیستم خاموشه به این IC از اون باتری داره تغذیه میکنه و در واقع همون ساعت رو داره پیش میبره، ساعت تاریخ رو داره پیش میبره و در واقع به کل ریسیت نمیشه سیستم ما. خب پس اینم یکی از پایه های مهم بود که در واقع یک باتری 3 ولت وصل میشه. اما طالبیم سراغ پایه بعدی، پایه 4 که GND هست به زمین وصل میشه، پایه هایی که خیلی باش کار کردیم. پایه 7ش پایه داره به نام SQW. این پایه در واقع به همون حالا بریم تو برنامه‌نویسیش میبینید که ما یک فرکانسی روش تنظیم میکنیم که این پایه در واقع همون فرکانسی داره به صورت مربعی به ما خروجی میده. مثلا فرکانس 1 هرتز رو داریم انجام میدیم واسه حالا ساعتش که 1 ثانیه بره جلو. این پایه در واقع به صورت پالس مربعی با فرکانس 1 هرتز داره اون خروجی میده. حالا به عنوان مثال اگه یک LED اونجا وصل کنیم میبینید که LED هر 1 ثانیه چشمک میده. این پایه خاصی نیست، یعنی فقط در واقع یک خروجی داره به ما میده که حالا میتونیم از اون خروجی با فرکانس 1 هرتز هم استفاده بکنیم و فرکانسی که در واقع خودمون تنظیم کردیم میشه. اما پایه های 5 و 6ش که پایه های هم آی تو سی هستن،
سیریال دیتا و سیریال کلاک که وصل میشن به STL، وصل میشه به STL میکرو و STH هم وصل میشه به STL میکرو با اون مقاومت کولاک که در واقع خیلی مهم هم نشه مهم نباید اصلا بدون داره که در واقع سیستم اونجوری کار میکنه. و حالا توضیحاتی که داده که حالا تماشا کتوشون باز میکنه که انجام بدیم پروژه رو. خب میکرو میکرم اون تیمه به 32 کلاکش هم همون 8 بمونه کورتاش رو که کاری نداریم و مودای دیگه یک LCD فقط خوصی نمایش رو تو اتران میزهیم LCDه دولش رو میزه هم کورت ای هم بمونه از این چرا باید بسیم پورت های توسیم که پورت سی بود یک و صفر هم بودجه تمام که سرک میزیم. حالا ما بعد از یه بوزش اومدیم ساعت کلی یک برنامه با آی توسی نوشتیم اما حالا خود نوستر کد ویژن در واقع واسه یه سری از قطعات خاص اومده کار رو راحت تر کرده که بتونیم به صورت راحت تر بیان برنامه که میخوایم بنویسیم دیگه نخواهیم حالا اون تابه های رایت و اون تابه های ریدو اینا رو بنویسیم و دال یه سری کتاب خونه درست کرده که حالا تو هم اینجا مشخصه واسه مثلا NM75 سنسور دماه در واقع DS1621 که اونم یک ترموستاته این آشیای پی سی که اونم یه نوعی RTC هست اما آشیای DS1312 که حال مدن نظر ماست اونم در واقع جز اون قطعات خاصیه که خود نرمسار کد ویژن اومده واسهش درست کرده کتابخونه ای که در واقع کارم آراحته ما با فعال کردن این گزینه اینیبل نواقع میمون رو فعالش میکنیم و حالا یه گزینه داریم اینجا که اسکوئر ویو آوتپوتمون رو فعال کنیم یا غیر فعال همون پایه هفتش بود که گفتم مثلا اگه یک هرتز باشه میاد به صورت حالا پالس یک هرتز به ما خروجی میده حالا اینجا گزینه داره که اونو فعالش کنیم فعالش نکنیم اونو فعالش میکنیم که لا فرکانسش هم روی هم یک هرتز میزنیم که بس ما هم در واقع یک ثانیه بیاد اون پالس رو ایجاد کنه. خب کار دیگه ای که نداریم میخواد پروژکت انفورمیشن میمیسم واسش RTC LCD مونم که برنامه‌ریزی کردیم IQC مونم که درست شد و کار دیگه نداریم پس من سیوش میکنم میبینید این کتابخونه که اضافه کرد در واقع همین کار ما راحت‌تر میکنه. حالا بعضی از نرم‌افزارهای کدینه که نصب کنیم ممکن کتابخونه نداشته باشه که من این حالا این کتابخونه رو زمینه این قسمت میکنم که داشته باشیدش. من همینجا یک دیلی هم اضافه کنم اگه لازم شد. میبینید که جا اومده با
وسط از همون کتاب خون اومده تابع اینیشیالایز یا تعریف RTC گذاشته که حالا ما باید ازش استفاده کنیم. حالا نحوه استفاده چجوری از این هایست اینه که اول ما باید بیاییم یک تایمی رو ست کنیم. من مدارش رو شما نشون میدم آماده کردم چون مدارش طولانی بود قبلش آماده کردم که سرعت کارم بیشتر بشه. این که همون آیسی هست مقاومت های پولا که حتما باید بزنم، ما با سکی میکنم که این اگه نباشه ما فوتوکولاکتوسیمون درست جواب نمیده. LCD اون هست که همون پورت A وصلش کردیم و حالا اینجا هم یه LED گذاشتم که همون ببینیم چشمک زنم. اما این کریستاله، من اینجا توضیح بدم راجبش، کریستاله که واسه این نایسی یا RTC استفاده میشه کریستال خاصیه که تو بازار اگه برین معروف به کریستال ساعت و همین اسم هست. شما اگه میخواین خریداری کنید به این بازار برین که من کریستال ساعت میخواین. مقدار این کریستال هستش که مقدارش از 32768 هرتز، یعنی 32768 کیلو هرتز مقدارش که معروف به کریستال ساعت. اگه اون مغازه دار به این کریستال ساعت میخواین اینو به شما میده. خب پس این هم از اولاد مدار رو مربوط به اون LCD هم که گذاشتیم بس این مدارش. حالا ما باید اول در واقع یک تایمی رو ست کنیم واسش که در واقع از اون تایم و از اون تاریخ بیاد شروع به کار کنه و حالا با اون باتری بکاپه که تو واقعیت میزنیم ادامه بدم. یک تابعی هست که خودشون تعریف کردن به نام RTC set time. RTC set time که اینجا ما ساعت تنظیم میکنیم، مثلا ساعت 3:05:56 الان مقدار ساعت ما ست شد. حالا ما اینو واسه نمایشش، حالا این در ست شد واسه نمایشش باز دوباره یک دستوری دارم به نام RTC get time. حالا ما میخوام نمایش بدم از اون استفاده میکنم. RTC get time که در واقع به ما ساعت، دقیقه و ثانیه رو میده. البته باید حواسمون باشه که اینا به صورت اشارهگر هستن و ما برای دسترسی بهشون باید در واقع آدرسشون داشته باشیم. به این صورت ما اومدیم گرفتیم ساعت رو دقیقه. خب حالا باید اینا یه سری عددن که باید نمایششون بدیم. عددان که بلدیم با دستور همون I2A میایم این مقدار ساعت رو مثلا میریزیم توی مقدار H. M حالا باید اینا رو نمایش بدیم. اول ساعت رو نمایش میدیم. بعد یک دو نقطه این میزنیم برای قشنگی کار. بعد دوران هم رو کپی کنم. اینجا نمایش میدیم و به هم نهایت هم ثانیه رو. من هم تعریف کنم اون رشته ها رو. پس یه رشته داشتیم به نام H، یه رشته داشتیم به نام می و یه رشته داشتیم به نام S.
من اونا رو هم تعریف کردم. اون رو الان من یک بار کامپایلش میکنم اینه مشکلی میخوره یا نه. واسه تاب آی توی این ایراد گرفت. دو تا ارور داد که میگه که ما اینجا یک متغیر تعریف کردیم به نام مین که میگه که این مین خودش به عنوان یک متغیر تو کتابخونه قبلا تعریف شده، بس ما اون مینمون رو باید تغییر بدیم. یه ای بهش اضافه میکنم که این مشکل هم برطرف بشه. جای دیگه نداریم دیگه. آچرا در واقع اومدیم ما الان یک تایم رو ست کردیم و الان داریم میخونیمش. کامپایلش هم که کردم و حالا میریم که تو نرم افزارمون ببینیم که چطور شد. فایل هکس رو اد میکنم. خب تا این به قول این روند کامپایلینگش طی بشه ما اومدیم یک تایم رو ست کردیم با دستور RCT set time. تایم دلخواه رو ست کردیم در واقع اونجا شروع میکنه. بعد با دستور RCT get time که اشارهگر بودن و باید به آدرس هاشون دسترسی پیدا میکردیم اومدیم رو خوندیم. حالا من میخوام به عنوان تمرین به شما بگم که علاوه بر این تایم شما میتونید تاریخ هم اضافه کنید بهش که در واقع بیاد تاریخ هم بخونه. که میبینید که در واقع این به این صورت هستش که این اشکالش کجاست. اگه اینو در واقع متوجه بشیم خیلی خوبه. این در واقع اشکالش توی بحث LCD ما هستش که اینجوری شد. که این ما باید در واقع LCD رو کلیر کنیم که این هی نیاد پشت سر همینا رو اجرا کنه، در واقع خط به خطش بهش اضافه بشه. خب پس من میخوام که شما تاریخش رو هم بهش اضافه کنیم که تاریخش هم در واقع هم صورته. تو ما یک RCT set date داریم که تاریخش رو ست میکنیم. اونجا یه نکته ای داره که من میخوام همون رو بریم دنبالش شما حتما و همون RCT get date داره که دوباره اون تاریخ ها رو میخونی و نمایش میدیم. و البته حالا یکم سخت‌ترش کنم اون پروژه رو، یک چند تا کلید بزنم. من اینجا نمونه رو گذاشتم به این صورت که واسه ساعت و تاریخ که ما به صورت داخل نرم افزار داخل همین پروژه الکترونیکی می بیایم عوضش کنیم. این نیاز نباشه میکرو در بیارم تو برنامه عوضش کنیم. با چهار تا کلید ما همینجا بتونیم تاریخ و ساعتمون رو عوض کنیم. در واقع این پروژه خیلی کاربردیه. توی خیلی از حالا پروژه های ما نیازه که بدونیم که ساعت چنده یا تاریخ چه تاریخ ثبت بشه. اینا هر اتفاقی که میفته اینا به این صورت اتفاق میفته. پس من یک بار دیگه مرور میکنم. اما اومدیم از یک IC ساعت و تاریخ واقعی استفاده کردیم به نام DS1307 که ارتباط I2C داشت. I2C که در اصل قبل توضیح دادیم کامل و حالا گفتیم که بعضی از IC هستن که نواصل کد ویژن میاد ازشون یک سری واسهشون یک سری کتابخونه خاص درست کرده کار ما بهتر میکنه. از جمله اون هم IC DS1307 که واسه ساعت و تاریخ هستش که چند تا تابه داره. در واقع دو تا تابه خیلی خوب داره، RTC set time و RTC get time و همینا واسه دیتا هستش. RTC set date و RTC get date که ما میایم اینا ساعت رو تنظیم میکنیم اول، بعد میایم ازش میخونیم که اینا هم که تواصل هست که اشارگر باید به صورت آدرسشون دسترسی داشته باشیم. اما اون اروره رو که دیدینم اونم مد نظر داشته باشین. اروری که داد ما از یک متغیر به نام مین استفاده کرده بودیم که خود این حالا کتابخونه این DS1307 اون متغیر رو داشتش. برای هم ارور داد که آقا ما این متغیر قبلا اینجا تعریف شده شما میان عوضش کنیم. ما عوضش کردیم و درست شد.
پس حالا پروژه تمرین چی شد؟ پروژه تمرین شما اینه که اینکه ساعتش اوکی شد، واسه تاریخش بیاین نمایش بدین، علاوه بر ساعت بیاین تاریخ هم نمایش بدین. و اون کلی دارم مد نظر داشته باشین که اون در واقع یک پروژه خیلی خیلی مهمه، خیلی خوبه. که در واقع من یادم یکی از دوستان ما پروژه کارشناسیش بود همین پروژه، که به عنوان ساعت و تاریخ واقعی که میشد اونا رو به صورت آنبورد تغییر داد، اون ارائه داد بشه پروژه کارشناسیش، که به همین سادگی واقعا میبینید که چقدر ساده است. پس این مبحث هم کافیه تا همینجا. این جلسه هم در واقع آیتوسی رو ما جمع کردیم مبحثش رو، و چیز دیگه از آیتوسی نمیمونه، کلیتش رو یاد گرفتین، نایشه خاصش هم که یاد گرفتین، دیگه چیز دیگه از مبحث آیتوسی نمیمونه. من جلسه بعد میریم سراغ SPI و با SPI کارمون تموم میکنیم واسه دوره آموزشیمون. در واقع دو جلسه مونده که دوره آموزشیمون تموم شه، که جلسه بعد SPI و جلسه آخرم که جمع‌بندی و پروگرام کردن اونجور داستان‌ها، که دیگه دوره آموزشیمون هم تموم شه. بریم از آیتوسی و متعلقاتش، که خیلی خیلی کاربرد داره انسان. آیتوسی خیلی از سنسورها از همین آیتوسی پشتیبانی میکنن، و کلیتش همون بود که جلسه قبل گفتیم، همون در واقع تابای ری دیوایس بود که و آدرس دی و اینا بود که جلسه پیش کامل صحبت کردیم. امیدوارم موفق باشین در طول زندگیتون. شما به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.